سلام بینندگان عزیز، خوش آمده به گفتمان کنونی ما. موضوع بحث این برنامه ما نگرش بالای ایجاد دفتر برای طالبان در قطر. در جنوری سال 2010 در کنفرانس لندن دولت افغانستان تلاش کردند تا تصویب بکنند در اون کنفرانس که مذاکرات باید با طالبان و مخالفین مسلح افغانی باشه و همچنان این تأکید در نشست یک ماه پیش در بن هم نهایی شد که باید مذاکرات افغانی باشه، افغانها باید صلاحیت داشته باشند و رهبری یا مالکیت رهبری مذاکرات را افغانها باید داشته باشند. اما امروز ارگ جمهوری کابل اعلامیه صادر کردن، اعلامیه مطبوعاتی که افغانستان از مذاکرات میان ایالات متحده امریکا و طالبان که منجر به تأسیس دفتری برای طالبان در قطر خواهد شد، تقریبا موافقت خود اعلام کرده در این اعلامیه. این هم مخالف گفته های چند روز پیش ریاست جمهوری است که مخالف ایجاد دفتر در قطر بودند و خواهان ایجاد دفتر یا در افغانستان یا در سعودی و یا هم در ترکیه. ما در این برنامه روی تغییرات و تحولات سیاست ریاست جمهوری افغانستان و همچنان چگونگی پیشرفت مذاکرات و خوشبینی ها و نگرانی هایی که در این مذاکرات است به بحث میپردازیم. مهمانان محترمی که در این بحث ما تشریف آوردند، بانوان فوزیه کوفی نماینده مردم در مجلس نمایندگان، بانو هوا علم نورستانی عضو شورای صلح افغانستان و همچنان عضو سابق مجلس نمایندگان افغانستان، آقای صدیق الله توحیدی روزنامه‌نگار، آقای دکتر زلمه زابلی عضو مجلس سنا و آقای فاضل سانچارکی سخنگوی ائتلاف ملی افغانستان. خوش آمده مهمانای محترم به جریان بحث ما. در آغاز از خانم نورستانی میخوایم پرسان بکنیم که آخرین انکشافاتی که در کار مذاکره و همچنان بازگشایی دفتر در قطر صورت گرفته تا لحظاتی که شما تشریف آوردید چی بوده و اطلاعات شورای عالی صلح چی است؟ ډیره مننه. زه خپل سلامونه تاسو ته او د گفتمان د خبرونې ټولو درلو لیدونکو ته وړاندې کوم. سلامت اوسېږئ. یقینا د سولې عالی شورا چې ایجاد شوې ده، د خپل د ایجاد د ورځې نه تر دغه دمه په همدې هلو ځلو کوښښونو کې ده چې وکولی شي دې جنګ ځپلي هېواد ته یوه دایمي سوله راولي، او د دې سولې د راوستلو لپاره یقینا هم چې قربانۍ هم ورکړي. لکه چې تاسو شاهد یاستئ چې د سولې د عالي شورا مشر شهید پروفیسور برهان الدین ربانی هم د دغه لارې او د دغه سولې په لاره کې شهید شو. نو په دې خاطر باندې دغه هلې ځلې ادامه لري. لکه چې د مخه هم همداسې تصمیمونه موجود و چې د سولې عالي شورا باید په عربستان سعودي او په ترکیه کې دفترونه پرانیزي، ځکه چې هغه طالبان چې د هیواد او د سیمو په هیوادونو کې ژوند کوي یقینا د هغې لپاره ډېره زیاته ستونزه ده چې کینی د افغانستان د حکومت سره یا د سولې د عالي شورا د پلاوي یا مشرتابه سره خبرې وکړي، ځکه چې هلته په هغې باندې یو فشار و چې نو په دې خاطر باندې اوس هم په همدې خاطر باندې چون د سولې د عالي شورا ملاتړ ټولو نړیوالو کړی او د هغه په راس کې د امریکا متحده ایالاتو هم د دې پروسې نه خپل ملاتړ اعلان کړی، نو په دې خاطر باندې دغه هلې ځلې تقریبا مشترکې دي. سره له دې چې د سولې د عالي شورا ټول کارونه افغاني دي او هر اقدام او هر عمل چې ترسره کیږي دا به د سولې د عالي شورا سره په تفاهم او په همغږۍ کې به ترسره کیږي. موافقت ارګ کابل با مذاکره میان طالبان و امریکایی ها به تفاهم شورای صلح هست؟ دلته خود ارګ مسله اصلا مطرح نه ده، ځکه چې د سولې عالي شورا یو مستقل شورا ده او دلته د هیچا لخوا کوم ایمال د نفوس نه کیږي. په خپله د سولې عالي شورا په دې هلو ځلو کې ده چې هغه موخې ته ورسیږي چې هغه د سولې راتګ په افغانستان کې ده. شما جدا کار میکنی؟ دولت جدا کار میکنه؟ نه، دا خو په هیڅ ډول نه کیږي، ځکه چې هر څه چې نشي د حکومت که پکې مستقیما دخالت نه لري نو یو څه مشورې خو به ترینه اخیستل کیږي، ځکه چې حکومت د ټولو شوراګانو د ټولو
ټولو قوو په راس کې قرار لري. داسې نشي کېدلی چې سړی بیخي په ځانګړې توګه، اما هومره چې تاسې فکر کوئ لکه تاسې چې مهرباني وکړله چې د ارګ او د بهرنیانو داسې مسله نه ده. د سولې عالي شورا غواړي هم چې په خارجي بود کې د نړیوالو مرسته وغواړي، ځکه د افغانستان جنگ هم داخلي بود لري هم خارجي بود لري، چې په خارجي بود کې زمونږ سره سوال مشخصه کې در این گفتمان میخواییم نتیجه زور از شما بگیریم ایست که تا چند روز پیش ریاست جمهوری افغانستان مخالف اجازه دفتر در قطر بود و به همین ترتیب کنفرانس لندن فیصله کرد که مذاکرات باید افغانی باشه، مالکیت رهبری افغانا داشته باشن. اما در اعلامیه امروز توافق خود ارگ جمهوری از مذاکره میان ایالات متحده امریکا و طالبا اعلان میکنه. نقش شورای عالی صلح در این توافق در سول عالی شورا بالکل پکې نقش لري، ځکه چې هیڅ امکان نه لري چې د سول عالی شورا په دې مذاکراتو په دې خبرو کې دخیل نشي. وخت چې په خپل طالبان غواړي چې په قطر کې حاضر دي چې زمنګ سره کینی، نو بیا خو موږ د طالبانو سره ناست غواړو، نو بیا خو موږ موافقه قطر با شما میشینن یا با امریکایی ها؟ بالکل د سول شورا به ورسره وي. تشکر آقای سنچارکی، دید شما چی است؟ سیاست در حال تغییر و غیر ثابت حکومت با ویژه ارگ جمهوری از کجا ناشی میشه در راستا؟ خب واقعیت قضیه ای است که از یک سال به این طرف گفتگوها و مذاکرات بین مقامات غربی از جمله امریکایی ها و طالبان در آلمان، در قطر و جاهای مختلف جریان داشته و به نحوی شورای عالی صلح و حکومت افغانستان در واقع در جریان گفتگوها و مذاکرات کمتر قرار داشته. بعد از یک سال و شهادت استاد برهان الدین ربانی هم جامعه بین المللی متوجه قضیه شدند که حکومت افغانستان و نهادهای سنگین و پرهزینه که به ارتباط صلح ایجاد کرده قادر به تقویت روند گفتگو و مخالفان مسلح نیست و به می خاطر ابتکار عمل مستقیما خود آمریکایی ها به دست گرفته و خودشان تماس های زیادی را از مجاری مختلف برقرار کردند که سرانجام موفقیت های را به دست آوردند. حداقل تلاش های اونا باعث شد که طالبا پاسخ بگن و یک جواب مثبت بتن و قرار شد که یک آدرس سیاسی برای طالبا در قطر ایجاد شود، تنها این آدرس برای گفتگو و مذاکره و مصالحه نه برای چیز دیگر. به این خاطر من فکر میکنم که حکومت افغانستان در حاشیه قرار داده شده، حکومت افغانستان در جریان است ماجرا نیست، چرا که هر دو طرف هم طالبا هم حکومت افغانستان هم ببخشین هم آمریکایی ها باور ندارند که حکومت افغانستان توان و اراده و قدرت لازم برای این گفتگوها داره. طالبا باور ندارند، چرا که طالبا فکر میکنن چیزهایی را که میخواین شورای عالی صلح و حکومت افغانستان به اونا داده نمیتونه. آمریکایی ها باور ندارن که دیدن که حکومت با همه مصارف هنگفتی که به ارتباط صلح سرازیر شد حیف و میل شد و این نوع فساد به وجود آمد، نتانستن کدام گامی را به این راستا بردارن. سوال ما چیز دیگه است خسان چرکی، دولت افغانستان به ویژه ریاست جمهوری چند پیش مخالف ایجاد دفتر در قطر بود، بعدش هم گفتن میشه که دفتر در کابل ایجاد شد و یا هم در ترکیه و سعودی. همچنان در کنفرانس بن فیصله بمیشد که مذاکرات باید افغانی باشه و رهبری حضور افغانا باید داشته باشند، اما اعلامیه امروز ریاست جمهوری موافقه خود را از مذاکره میان طالبان و امریکاییان نشان میده. آیا ای به طب میخواین که از کاروان عقب نمانند و یا حالت دیگری که شما پیش بینید؟ کاملا نظر شما درست است، یعنی حکومت افغانستان در جریان یک کار انجام شده قرار گرفته و بناگزیر از تایید و دنبال روی از این گفتگوها و مذاکرات است. اگر مخالفت کنه تجرید میشه، هم در ساحه که طالبان نفوذ و پایگاه اجتماعی دارند، هم از طرف غرب و ایالات متحده آمریکا. بناهن شما میبینید که وقتی رئیس جمهور کرزی حمایت میکنه از این گفتگوها و مذاکرات، شما در سیما و چهرهش ناراحتی و در واقع تأثیر میبینید. اونا ناگزیر هستن از این حمایت، چرا که روند حالا برای افتاده ادامه پیدا میکنه و حکومت در واقع دور زده شده
توسط گفتگوها، چرا که امروز باور مردم و باور دنیا نسبت به توانمندی حکومت از بین رفته. یعنی آنچه که خانم نورستانی میگه که شورای صلح جزی از این مذاکرات است، شما رد میکنی به این گفته هایتون؟ تا هنوز هیچ نشانه و علامتی که ما در تحقیقاتی که داشتیم پیرامون فعل انفعالاتی و تحرکاتی که در عرصه صورت گرفته نشانه را ندیدیم که شورای عالی صلح سوگمندانه دخیل باشد در این روندها و گفتگوها، بلکه این گفتگوها کاملا از مجاری دیگری صورت گرفته و از 6 ماه به این طرف دفتر طالبا در قطر عملا فعال بود، از 1 سال به این طرف حضور طالبا در قطر بوده، از 6 ماه به این طرف دفترشان فعال بوده، ده ها خانواده سران طالبا به قطر انتقال مکان کردند، گفتگوها و اونا در سطح بالای مقامات قطری دیدارها ملاقاتها داشتند، با جامعه بین المللی ملاقاتها داشتند. حکومت بی خبر بود از قضایا. کارهایی که انجام شده خوشبین است یا نگران؟ ما از یک جهت خوشبین به این هستیم که طالبان از موقف خود عقب نشینی کرد و سرانجام پذیرفت مصالحه و مذاکره با حداقل با جامعه جهانی را، اما نگرانی های بسیار جدی داریم که متاسفانه این هم ناشی از ضعف و ناتوانی حکومت افغانستان باشه. دو نگرانی بسیار عمده وجود داره. نگرانی اول ای است که باز شدن دفتر طالبان در قطر سبب شود که طالبان دسترسی به منابع منطقه‌ای و جهانی پیدا کنند، سطح تماس اوجا نزدیکتر میشن، سطح تماس و ارتباطاتشون بیشتر میشن، مخصوصا این که حالا تا حدود مشخص شده که دفتر سیاسی است، اینا مسئولیت دیپلماتیک پیدا میکنن، اینا روابط بسیار گسترده و قانونی و مشروع در سطح منطقه و جهان پیدا میکنن، اعتبار پیدا میکنن، با موازاتی که طالبا اعتبار پیدا میکنن و سطح ارتباطاتشون گسترش پیدا میکنه، اعتباری دولت و حکومت افغانستان تضعیف میشه و در آینده با توسعه فعالیت های طالبا یک چالش عمده بر سر راه دولت و نظام سازی و تقویت پروسه سیاسی در افغانستان به وجود میاد. یک نگرانی. نگرانی دو مایی است که خدای نخواسته این مذاکرات و تعاملات و زدوبندها سبب در واقع تضعیف روند سیاسی دموکراسی در افغانستان و نوع تقسیم قدرت به وجود نیاید و این یک چیز بسیار خطرناک. تشکر. خانم کوفی، خوشبینی که آقای سنچارکی داشت که طالبا به صلح تن دادن، چقدر بالای این موضوع آدم میتونه حساب بکنه که آیا شخصیت هایی که در حول حوش ای جریانات، مثلا دفتر قطر، رفت آمد پاکستان، نشست برلین و بنو امثال ازی که دارند، شخصیت های نفوذگذار و تاثیرگذار طالبان منحصر به مینا است یا شخصیت های دیگه هستند که با وجود مذاکره ای افراد میتونن برنامه های حراس افغانی خود ادامه بتن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با باور ما پذیرفتن ایجاد دفتر در قطر از جانب طالبان یک حرکت تاکتیکی است. این جزء یک پروسه به خاطر تامین صلح در افغانستان شده نمیتونه. با چند دلیل. اولا هدفی که در قبال این حرکت تاکتیکی از طرف طالبان وجود داره بیشتر مسئله رهایی زندانی هایشان است. من فکر میکنم در یک مرحله زندانی های قویشان به شمول والی و وزرای قبلی خود وقتی که از زندان رها میکنند، دیگه مسئله صلح با توجه به اینکه افرادی که در این پروسه مخصوصا در ایجاد دفتر قطر تاثیرگذار هستند یا مستقیما طرف هستند، سید طیب آقا و عزیز که یکی از تجاراست، این دو کس افرادی هستند که بیشتر گوش به فرمان ملا عمر هستند، نه خودشان تصمیم گیرنده در قضایا. اما شایعات وجود دارد که این شخصیت هایی که در رسانه ها ازشان نام برده می شود کسایی هستند که به شکلی از اشکال تجدید شدن و سلب اعتماد از جریان کار طالبانی، طوری که شمار از آزاد شده های کابل خود را بی صلاحیت احساس می کنند و طالبان هم به نظر شک به اینا می بینند. آیا شده میتونه که اون نمایندگی بکنه؟ به فرض اگه فکر کنین که اینا افراد باشن که از جانب ملا عمر در این مذاکرات نمایندگی میکنن، باز هم اینا افراد تصمیم گیرنده در هر دو حالت نیستن، نه در حالت جدا تصمیم از ملا عمر و نه هم در حالت گوش به فرمان دادن ملا عمر. من فکر میکنم در دو هفته اخیر سیاست گروه طالبان بسیار سیاست انحنایی بود. اولا خود اعلان ایجاد دفتر در قطر برای دولت افغانستان و برای ماها، برای مردم افغانستان و مطمئنا برای شورای عالی صلح هم یک خبر تعجب آور بود.
چون حکومت افغانستان به این باور بود که رهبری و همونطور که شما گفتین در کنفرانس های متعدد اعلان شده بود که رهبری پروسه صلح افغان ها می داشته باشه، حال بدون از یک دولت افغانستان در جریان باشه، اینا رفتن و اعلان کردن که در قطر قرار است دفتر ایجاد شود. دولت افغانستان چون در مقابل یک عمل انجام شده قرار گرفت، مخالفت کرد در اول. بعد از زمانی که جو بایدن گفت که طالبان دوست افغانستان هستند، رئیس جمهور گفت که ما بسیار خوشحال هستیم که امریکا طالبان را دوست خود میدانه. هنوز بر مردم افغانستان واضح نیست که چرا رئیس جمهور گروهی را به گروهی خوشحال است که دوست امریکاست، که او گروه طالبای افغان و طالبای پاکستانی را منسجم میکنه، شورای رهبری 5 نفری را ایجاد میکنن که جنگ خود از پاکستان به طرف افغانستان معطوف کنن. بنان انحنای سیاست یا انحنای تاکتیک طالبان در چی بود؟ اولا موافقه با اینکه اینا در قطر ایجاد دفتر کنن یا بپذیرن که در قطر برشان پناهندگی سیاسی به اعتداد رهبرایشان داده شود و در قطر نمایندگی سیاسی داشته باشند، و از طرف دیگه تحت وساطت ISI موافقه با طالبای پاکستانی یا به اصطلاح همی کم ساختن فاصله که در یکی دو سال اخیر بین طالبای افغان و طالبای پاکستانی در رهبریشان ایجاد شده بود، موافقه با اینکه اینا با یک توافق در افغانستان جنگ ادامه بدن و جنگ از پاکستان دامنه هاش بچینن به افغانستان بیارن، این دو تاکتیک متفاوت نشان میده. اگر طالب واقعا صادق است با پروسه صلح، چرا باز اینا میرن به گروه رهبری، به گروه 5 نفری رهبری را میسپارن که اینا جنگ در افغانستان شدت ببخشن؟ اگر موافق، اگر با پروسه صلح موافق نیستن، میخواین جنگ کنن، پس ایجاد دفتر در قطر چی معنا داره؟ هر دوی از این مسئله بسیار مهم است. چیز دیگه که ذهن مردم افغانستان را زیاد مغشوش ساخته او این است که اثرات یا بار اجرایی نشست های جهانی از جمله نشست بن که یک از دستاوردهای دولت افغانستان هم بوده یک طرف، و اجراعات بعدی به خصوص امروز طرف دیگه که در اوج فیصله میشه مذاکرات باید افغانی باشه. اما امروز ریاست جمهوری اعلامیه میده که مذاکره بین طالبان و امریکایی ها را ما توافق داریم بهش. آیا تناقض ایجاد میکنه از دیدگاه مجلس نمایندگان یا شخص شما که در مجلس حضور داره، و یا این دو در کنار هم است؟ با باور ما در تمام این پروسه، مخصوصا از زمانی که بحث گفتگو و مذاکره با طالب در قطر آغاز شده، حکومت افغانستان در حاشیه رانده شده. حکومت افغانستان به این فکر بود که اینا با ابتکار عملی که در دست دارن مسئله مذاکره با طالب را، هم میتونه این مسئله را علیه جامعه جهانی استفاده کنه و هم میتونه که به نفع جامعه جهانی، در موردی که ضرورت باشه به نفع جامعه جهانی استفاده کنه. در یک مرحله امی بازی را که خود حکومت افغانستان آغاز کرده بود، این بازی علیه خود حکومت افغانستان شروع شد. سخنگوی ریاست جمهوری روی خط تلفن داریم. آقای فیضی خوش آمده به جریان بحث ما، صدای ما رو میشنوید؟ صدایتان رو میشنوید. سلام به شما و به میمون محترم شما. احترامات ما رو بپذیر. فقط دو پرسش کوتاهی که داشتیم این است که مفاد نشست بن که در یک ماه پیش بود و اعلامیه که امروز از دفتر شما تکثیر شد، این دو از دیدگاه شما تناقض هم داره و یا دیدگاه ارگ جمهوری چیز دیگه است؟ من فکر نکنم که تناقض و یا تغییری در موقف دولت حکومت جمهوری اسلامی افغانستان با وجود آمده باشه. ما قبلا هم بعد از برگزاری کنفرانس بن در نتیجه یک سلسله نشست‌های مشورتی یک مکانیزم عملی یا زمانه‌ای را ترتیب دادیم که اولین ماده از این مکانیزم بسیار بصرات میگه که دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای ایجاد یک دفتر و یا یک آدرس برای مخالفین مصالح افغانستان موافقه داره، و این دفتر میتونه که اول خود در افغانستان باشه، اگر شرایط آماده نیست هر کشور اسلامی که باشه ما موافق هستیم. البته ما ترجیحا از دو کشور نام بردیم که یکی عربستان سعودی بود و یکی کشور ترکیه. تشکر. ترجیحا همین دو کشور ما نام میبریم. اما در چیزی که امروز در اعلامیه نشر شده، اونجا گفته شده که افغانستان از مذاکرات میان ایالات متحده آمریکا و طالبان که منجر به تأسیس دفتری برای طالبان در قطر خواهد شد، برای نجات افغانستان و برای آوردن صلح و تامین صلح در کشور موافق هستیم. تشکر. پرسش هم همینجا است که در نشست بن و سایر نشست ها و گفته های دیگه که به شکل نشست های خبری از طرف ریاست جمهوری تکثیر شد، تاکید بر افغانی بودن روند مذاکرات و صلح با طالبان و سایر مخالفین مسلح بود. اما در اینجا به ویژه همون کلماتی که است، افغان ها باید ذی سلاح باشند، افغان ها باید مالکیت رهبری مذاکرات را داشته باشند، اما اینجا توافق از مذاکرات میان طالبان و امریکایی ها شده.
ببینین موقف همیشگی ما قبلا هم امی بوده و امروز هم امی است که ما هر نوع مذاکرات به رهبری افغان ها میخواهیم. مذاکرات با مخالفین مسلح افغانستان باید به رهبری افغان ها صورت بگیره و در کنترل افغان ها باشه. خب این که تا امی لحظه که ما شما صحبت میکنیم عملا چنین نیست. بله ایره قبول داریم که تا به حال این مذاکرات برابری افغان ها پیش برده نمیشه، اما اگر ببینیم نتیجه چنین کار مثبت نخواهد بود. اگر قرار باشه که ایالات متحده امریکا با طالبا چنین مذاکرات را خسرانه به پیش ببرن، در نتیجه چی خواهد شد؟ امروز افغانستان 10 سال قبل نیست. امروز یک رئیس جمهور منتخب داریم، حکومت است. تشکر. به سوال دیگه ای است که از لحاظ عرف دیپلماتیک، قوانین بین المللی و کنوانسیون های جهانی، آیا بازگشایی دفتر به همچی گروهی که 10 سال به خاطر به بهانه جنگ با اونها افراد کشته شده چقدر مشروعیت میبخشه به این گروه؟ شما از ترکیه نام برده، اگر افغانستان بر پیکاکا در کابل دفتری بته بر ترکیه و به سایر کشورها قابل پذیرش هست؟ خب ما قسمی که قبلا گفتم، ما خود گفتیم که اول این دفتر باید در افغانستان باشه و این دو کشور دیگه که عربستان سعودی و ترکیه گفتیم یا را ترجیحا دیروز هم گفتیم امروز هم گفتیم، امکان داره که این دفتر عملا در قطر ایجاد شود و که ما موافقت خود در این باره اعلان کردیم، اما بعدا شاید چنین شود که برای مذاکرات با جانب دولت افغانستان ما باز هم موضوع ترکیه و عربستان سعودی را مطرح کنیم. یک پرسش کوتاه دارم آقای فیضی، است که گروه طالبا آخرین و اولین گروهی نیست که جامعه جهانی بالای اعمال از اونا انگشت انتقاد میگذاره و جنگ با ایشان داره. بیشتر از این گروه های بوده، مثلا پیکاکا. آیا افغانستان اگر دفتری برای پیکاکا قائل شوه یا بته برای ترکیه قابل پذیرش است؟ از لحاظ نرم های جهانی چی برداشت میکنید؟ تجربه 10 سال گذشته نشان داد که موضوع افغانستان، جنگ افغانستان، مشکلات افغانستان راه حل نظامی نداره. یگانه راهی که افغانستان هم میکشانه به طرف صلح و برای بیرون آمدن از این فضای جنگ و خشونت تعمیل شده بر افغانستان، موضوع مذاکره با مخالفین مسلح افغانستان است و روی از این موضوع ما بارها تاکید کردیم و خواهان ایجاد یک آدرس و یا یک دفتر برای مخالفین مسلح افغانستان صورت گرفتیم تا که این مذاکرات عملا صورت بگیره و از ریالتی که برخی از گروه های طالبا و دیگر مخالفین مسلح افغانستان خارج سرحدات افغانستان بسر میبرن و در کنترل سازمان های استخباراتی قرار دارن، از این بیرون بیان و تا که این پروسه عملا پیش برده شد و مذاکرات عملا صورت بگیرم. تشکر. در کل دید شما چی است که روند افغانی است؟ روند مذاکرات گفتم که تا همین حال که ما شما صحبت میکنین تا بال افغانی نیست، برابری افغان ها صورت نگرفته و تا به حال افغانی زن نبوده که روی همین دلیل بوده که در اعلامیه امروز ما بسر بسرات گفتیم که ما از مذاکرات میان ایالات متحده امریکا و طالبان به دلیل آوردن صلح و تامین صلح در کشور موافق هستیم که این دفتر در قطر، یعنی توافق از روی ناگزیری دولت افغانستان بوده، صورت نمیگیره مذاکرات. خلاف میل دولت افغانستان و ریاست جمهوری افغانستان بودی تا اجراات قبلی؟ گفتم که توافقی که شما امروز ذریعه اعلامی مطبوعاتی تکثیر کرده از روی ناگزیری و ناچاری بوده؟ ما در اعلامی امروزی ما فقط این اعلامی در ارتباط به اعلامی اخیری که از جانب طالبا به نشر رسیده این اعلامی را ما امروز منتشر ساختیم، اما در ارتباط به موافقه دولت جمهوری اسلامی افغانستان در ارتباط به با شدن چنین دفتری در قدر قبلا هم رئیس جمهور کشور این موضوع را مطرح کرده بود و اونجا هم ذکر از ایالات متحده آمریکا شده بود و گفته شده بود که اگر ایالات متحده آمریکا خواسته باشند که چنین دفتری را برای طالبا در قطر ایجاد کنند، ما به خاطر صلح و تامین امنیت در کشور با این طرح موافق هستیم، اما موافقت این معنا را نمیده که ما حمایت میکنیم، بلکه و این معنی است که ما مخالفش نیستیم. تشکر از اینکه با ما پیوستید. آقای زابلی، آنچه که سخنگوی ریاست جمهوری به او اشاره کرد که ما موافق هستیم اما موافقت به معنای حمایت نیست، چه تأثیری داره بالای افکار مردم افغانستان؟ تشکر.
ما به اول اگه به وزی سخنگوی جناب رئیس جمهور می بودم واضح می گفتم که حکیمت دولتی افغانستان از طرف امریکایا به درجه اول تحت سوال است. به چند دلیل ده بونی دوم اول پاکستان نبود که یک طرفی قضیه است وجه تعهدات که شده یک جانبه بوده صرف جانب افغانستان بوده پاکستان و طالبان وجه اشتراک نداشت. تمام فیصله که ده بون شده اونا هم الزامیت اجرایی نداره چون یک طرف که تعهد باید میکرد اونا نبوده. دوم دمو فیصله بون امریکایات همی تعهد کرد که ما تا بار از 2014 به افغانستان کمک می رسانیم. تمام پروسای مذاکرات که باشه باید به سرکردگی یا برابری افغان ها باشه. همی امریکایات که بار از بونی دو خودشان دفتر بدون از اینکه دولت افغانستان گرچه دولت فاسد است گرچه دولت ضعیف است ولی ما و شما افغان هستیم یک دولت داریم مشروعیت جهانی داریم در سازمان ملل متحد ما و شما درج هستیم. چرا اون همی جرات کرد که بدون از اینکه دولت افغانستان تا به یک دو هفته همی قدر ای بیچاره مقاومت داشت که اول اعلان کرد که ما نمیپذیریم ترکیه یا عربستان ولی قطر به صورت ما نمیپذیریم. این که فشار سرش آمد مجبوریت ما و شماست. این را بعد ما و شما تو نگیم که دولت افغانستان کلگی افغانا رو بگیم. ما و شما در حالتی قرار داریم که از بیتفاقی ما و شما چه عذابی چپیست چه عذابی موافق با پالیسی دولت متاسفانه که در منافی ملی نمیاندیشیم. یک گپ میگیم که دولت یعنی چی دولت متشکل از ما و شماست. پوینت منفی دو می تصمیم گیری ها حتی ارکان دگه دولت که شورای ملی شما هسته اونا باز که اونا تصمیم گیری ها و مشوره که پارلمان میت اردو اتاق به جناب رئیس جمهور ما دادیم. باور کنین امی تقریبا 6 سال میشه که ما به رئیس جمهوری که از تاریخ مشران جرگه ار مشوره رفته یک مشوره ما بیاد ندارم که یک مشوره ما پذیرفته باشه. اونا باز زوفی رهبری رئیس جمهوری است او را ما تایید نمی کنیم که چرا کاش که یا مشوره سالمه قبول میکرد و مشوره که منفیستا یا قابل اجرا نیست اونا را کنت میداد جانب پارلمان اونای تو یک فکر میکنه دور طاقه فقط مادر و مادراندر واری در ریاست جمهوری یک چیزی که منفیست این میسته که بعضی نفرایی که با ریاست جمهوری شناخت داره کارت سبز داره که میره اونو مردما به نظر یا افغانستان شناس است به نظر نه اونو مردمای صادق به پروسس دلی که تو نیست اون معاملش ما شما معامله میبینید دولت که ضعیف شد به خصوص ارگ جمهوری که ضعیف شد از برداشت از صحبت دوستا و همچنان گفته های سخنگوی ریاست جمهوری به نظر شما چی میشه که آیا دولت افغانستان به ویژه حکومت افغانستان در کار مذاکره با مخالفین مسلح به ویژه طالبا ناتوان و ناچار است دنبال آمریکایی ها و سایه‌پرجی ها چرا ناتوان است علی ما امی یک جزء ما ماند یکی گفتم برتن که دبونی دو پاکستان که یک جانبی و هم دو جمع طالبا حضور نداشت دوم امریکای نقص کلمو بونی دوره اونا به سر به خود بدون از اینکه مشوره کنه با دولت در مجموعه هم رای افغانا فیصله کرد که باید دبون در قطر یک دفتر باشه. سوم رئیس جمهور اعلان میکنه که شما از طرف شاو چین عملیات نظامی باید قطع باشه. من رئیس جمهور یک مملکت هستم یک شخصیتی حقوقی آزاد هستم ولی ناتو برعکس بی‌شرمانه بار 300 یونیم ساعت اعلان میکنه که ما تا که در افغانستان هستیم ما عملیات خود شبانه ایرا ما توقف نمید. شما خودتان فکر کنید تو یک حالت که افغانا که بدون کلاشینکوف و یک سکیل یا پی ار جی ما بریم ما شما ده به همین طور روز داده یا از اول یا میفهمیدن که افغانا اگر ما ایرا با وقت چیزی که با نرمای منطقه است یا با نرمای جهانی است اگر ما دولت بسازیم افغانا مردمی است که خارجی را نمیپذیرند. امروز روزی است که اگر ما شما رئیس جمهور میگیم یا دولت میگیم در مجموع باید کل مخالفت ها را یک طرف بگذاریم افغانا را یاد کنیم. این می افغانا ما شما است که این مردم ما را موقع دادیم. شما از ایجاد دفتر در قطر و همچنان گفته که میشه در آغاز کمک های در پیمانه 100 میلیون دلار یا بودجه که برای قائل شدن راضی است نگرانی نداره 100% ما به مطمئن هستم که دفتر قطر اگر چی صحبت ها صلح میشد امی کلمه صلح بسیار یک کلمه مقدس برای ما شما 30 سال ما شما تیک تیک کشتیم نباید ما شما قدر منفی گرا باشیم که هر اقدامی که میکنه چی خارجی چی داخلی به نام صلح باشه و باید ما شما به یک پالی نیک بگیریم ولی که سری امریکایی و انگلیس ها شما ببینید دیروز در شهر کابل در نو دو تا انگلیس با 30 میل کلاشینکوف گیر آمده یا کی است کی امنیت خراب میکنه کی نمیخواد که دولت موفق شوه کی نمیخواد که افغانا یک پرستیج جانی داشته باشه ما اعتماد سره می انگریز و امریکا و کی ندارم اگر خود افغانا رو یا بمانه
اونا را د سفارتای مختلفه دعوت نکنه، اونا را با عذاب مختلف، با پوزیسیون و با نمیفهم با عذاب مختلفه مختلفه تقسیم نکنه. باور کنید که افغانا هر وقت مقابل تجاوز خارجی یک شده، ولی علی ما شما میبینید که کوچه به کوچه یک پالیسی در یک خانه است، یک پالیسی در دیگه است. متاسفانه که مقابل ما شما ایران و پاکستان است که به علی نزدیک است که به قدرت جانی مبادله شوه و او بی اتفاقی که ما شما داریم اونا روش کرد. آقای زابلی یک موضوع دیگه که بالا از او کمتر بحث صورت میگیره، حزب اسلامی به رهبری حکمتیار است که چند روز پیش نماینده های از او در کابل آمده بودند. اگر بحث با طالبا شوه و نماینده های طالبا رها شوه، نقش حزب اسلامی در جنگ چطور است؟ خود به خود اینا فروکش میکنند، از هم میپاشند یا نه من حیث یک گروه دیگه میمانند؟ مولانا سه مطرف، نه حزب اسلامی کدام استقلالیت داره، نه طالب استقلالیت داره، نه دولت شما شما کلیک تمام کلیک به دست غربی است، چی پاکستان است، چی آی اس آی است، چی دیگه علاقات استخباراتی دیگه که در دستان است. صرف یا به نظر ما امیده که میخواه که شش سال من نقطه را تاکید میکنم، تا که امریکایا، انگلیزا و غربیا در مجموع اروپا، جمع امریکا با معدافی نیایی استراتژیک خود نرسه، نه جنگ دی منطقه خاموش میشه، نه جنگ از افغانستان دور میشه و نه یا میخواه که افغانستان به اصطلاح چیزی که توقع ما و شما است، چیزی که نرمای جهانی است ما و شما بورسته نمیتاریم. و ای که خدا بخواهی، اراده خدا باید یک چیز دیگه است که یک صدای، یک آهی بسیار سوزان افغانه را خدا بشنوه، او یک چیز دیگه است. تشکر. آقای توحیدی، در کل چی امیدواری های و چی خوشبینی های از ایجاد دفتر و توافق ریاست جمهوری افغانستان و مذاکره میان طالبان و امریکایی ها در پی خواهد بود؟ دقیقاً یک پروسه بسیار پیچیده و پنهانی آغاز شده. از 10 ماه به این طرف دقیقاً مذاکرات میان جامعه جهانی و عده از لابی های طالبان در پایتخت های غربی آغاز شده بود، همچنان در کشورهای خلیج، که منجر شد به این که توافق صورت گرفت تا دفتر نمایندگی طالبان در قطر باز شود. امیدواری ها تا زمانی که میکانیزم این مذاکرات اعلام نشده، بسیار من موافق نیستم که امیدواری در این زمینه وجود دارد. دقیقاً آمریکایی ها و غربی ها وقتی در میز مذاکرات منشینند، از موقف و مواضع خودشان صحبت میکنند، نه از منافع مردم افغانستان، و الزاماً مکلف هم نیستند که از آنچه که در افغانستان هست دفاع کنند و یا هم از این صحبت کنند. حکومت به این دلیل ملزم هست و به این دلیل متاسفانه متهم است که یک اداره ناکارای فاسد وجود داره که برنامه را که آغاز کرده بود، این برنامه اکنون به دست کسان دیگه است. برای اولین بار بحث مذاکره و صلح را با طالبان حکومت افغانستان علم کرد، بدون هیچ گونه میکانیزمی، بدون هیچ گونه تفکیکی. وقتی حکومت افغانستان که در حقیقت در تیرس اصلی طالبان هست، این حکومت اعلام میکنه بحث مذاکره و صلح را با کسانی که این حکومت را نامشروع، مرتد و نامسلمان میدانند، آمریکایی ها هم الزاماً این آمریکایی ها به تبع حکومت افغانستان چنین کار را کرده؟ به تبع نه، آمریکایی ها از حربه که حکومت افغانستان به دست داشت، از این حربه علیه خودش استفاده کرده. میخواهند که آلی فشار بالا ریاست جمهوری افغانستان باشه؟ حکومت افغانستان بود که بحث مذاکره و صلح را در کنفرانس لندن اعلام کرد. امینا بود که داد میزدن از این که با برادرها باید آشتی کرد. این برادرها هم تفکیک نشد که جواسیس تهران را میگوین یا جواسیس آیسای را، یا او فرد بیچاره که از اثر ظلم و فشار حکام محلی پیوسته به طالبان با کیها صلح میکنند. ولی دقیقا اینا کی ای تعریف را از دشمن داشتن و از دوست داشتن؟ آمریکایی هم فعال شدن در این زمینه، با فعالیت آغاز کردن و این مذاکرات آغاز شدن. در حال حاضر ظاهرا بحث روی آزادی اسرای طالبان است. یعنی در کل خوشبین است شما یا نگران از وضعیت؟ دقیقا نه، بسیار میشه ابراز امیدواری کرد. من به این مذاکراتی که به این گونه
مخفی و پنهانی آغاز شده بسیار باور ندارم و نگرانی شدیدم هست که هرگاه معامله صورت بگیره متاسفانه سر ارزش‌هایی که در افغانستان است صورت میگیره، سر مردم افغانستان، سر آزادی افغانستان است که این معامله صورت میگیره. چه فکر میکنیم معامله در حال وقوع است یا فقط مردم افغانستان دچار یک جنگ طبقاتی است؟ ما باور نداریم مذاکرات که آغاز شده بسیار به سرعت نتایج را در قبال داشته باشد. دقیقاً این مذاکرات ادامه خواهد پیدا خواهد کرد و اگر قربانی در پی داشته باشه قربانی اول حکومت آقای کرزی است. چگونه حکومت کرزی؟ به این دلیل که وقتی طالبان با جامعه جهانی به تفاهم میرسن جای جناب رئیس جمهور و تیم که بر سر اقتدار است کجاست؟ اینا کجای این معامله هستند؟ به این دلیل که طالبان حکومت موجود را، اداره موجود را به عنوان حکومت افغانستان به رسمیت نمیشناسند. شما در اعلامیه طالبان دقیقاً میبینین هیچ اشاره به حکومت افغانستان نشده. حتی هیئت حزب اسلامی که از نظر نظامی و از نظر نفوذ در حال حاضر در وضعیت بسیار خوبم نیست، با وجود ادعای بلند پروازانه که مانند 20 سال قبل دارد، همین هیئت هم وقتی به کابل میآید طرحشان همیست که ما میخواییم با طالبان با آمریکا مذاکره کنیم. یعنی با شما بسیار مهم نیست که مذاکره کنیم یا نه. تشکر. بینندگان عزیز، بعد از یک وقفه بحث ما ادامه خواهد داشت. بازم خوش آمده بینندگان عزیز. بانو کوفی، آنچه که سخنگوی ریاست جمهوری به او اشاره داشت که توافق به معنای حمایت نیست، از لحاظ بازی با کلمات شاید نباشه، اما آنچه که مردم برداشت میکنه و دیدگاه شما است از این گفته ها و از این عمل کرد چیست؟ حکومت افغانستان هر چی که بخواید ابراز کنه، برداشت مردم افغانستان این است که هم حکومت افغانستان و هم دولت افغانستان و هم مردم افغانستان از پروسه به نام مذاکره و مصالحه با طالبان در حاشیه رانده شدند. در حال حاضر پروسه مذاکره با طالب بیشتر متأثر از چگونگی مبارزات انتخاباتی امریکا است. مبارزات انتخاباتی که میان دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در جریان است، حزب دموکرات ها که فعلا سر قدرت هستند میخوان یک ابتکار متفاوت تر با جمهوری خواه ها از خود نشان بدن و به می دلیل برای قضیه افغانستان یک راه حل ارائه کردند که راه حل هم مسئله مذاکره مستقیم با طالبان است. اما اگر به تاریخ نه چندان دور، حتی می 20 سال قبل افغانستان شما مراجعه کنین، زمانی که مسئله مشروع مصالحه ملی دکتر نجیب با مجاهدین او دوران بود در بیرون از افغانستان، بیشتر در ژنو، نتیجه چی بود؟ نتیجه بالاخره منجر به جنگ های داخلی و منجر به ویرانی کابل. اگر از تاریخ بیاموزیم، هیچ پروسه که بیرون از افغانستان باشه و تحت رهبری خارجی ها باشه موفق نمیتونه باشه. به دلیل از اینکه ما اول در داخل خود افغانستان به یک آشتی ملی نیاز داریم قبل از اینکه ما بریم به یک پروسه خارجی. آشتی ملی میان احزاب سیاسی، میان ساختارهای دولت، میان قدرت ریاست جمهوری با سایر ارگانهای دولتی، به یک تفاهم ملی در داخل افغانستان و از همه مهمتر او احزاب سیاسی که احساس میکنن مخالف طالبان هستند. اینا بین هم باید آشتی ملی و راهکاری را که توحیدی سے برش اشاره کردن برای مذاکره ارائه کنن و آشتی کنن. بعد از او چگونگی تفاهم و مذاکره با عنوان یک پروسه با طالب باید ارائه شود. حال دفتری که ایجاد شده مشخصا معلوم نیست که این دفتر برای طالب پاکستانی ایجاد شده، این دفتر برای طالب افغانی ایجاد شده، برای طالب ازبکستانی، چچن، عرب، برای کدام طالب، چون مجموعی از گروه‌های مختلف طالبان در جنگ افغانستان دخیل هستند. این دفتر با کی ایجاد شده و کدام منظور ایجاد شده؟ اهدافی که در قبال از این دفتر است چی است؟ چیزی که مردم افغانستان را بسیار گیج ساخته این است که امی امریکا در افغانستان با سپری کردن 10 سال و کشتن صدها و هزاران بیگناه، گروه طالبان را به نام گروه تروریستی به مردم جهان و افغانستان معرفی کرد و به این نام ما مردم افغانستان میشناسیم این گروه را با توجه به عملکردها و همطور که شما گفتین اهدافشان یک گروه تروریستی است. حالا با یک گروه تروریستی شما برین در یک مقطع زمان به خاطر مبارزات انتخاباتی مشروعیت سیاسی بتین و برای افرادش مسئولیت سیاسی بتین، چی پیامد میتونند داشته باشین؟ پیامد غیر از اینکه به عنوان یک پروژه دنبال شوه، چند نفر ممکن در نتیجه از این رها شوند، منتج به تامین صلح در افغانستان نخواهد شد. ممکن با این پروژه طالب به افغانستان بر بگرده، اما صلح به افغانستان بر نمیگرده. در کل دیدگاه شما همی است که مردم افغانستان دچار یک جنگ تبلیغاتی است و او هم ناشی از
مبارزات انتخاباتی ایالات متحده آمریکا. هم دچار یک جنگ تبلیغاتی است مردم افغانستان، هم مردم افغانستان گیج شده از تصامیم یکی دو هفته اخیر هستند، مخصوصا از جانب حکومت افغانستان. حکومت افغانستان در امطر یک موارد نیاز دارد که جدی از حاکمیت ملی افغانستان دفاع کند. پروژه‌ای را که حکومت افغانستان ادعای رهبری شده داشت بنام مذاکره با طالب، هرچند نهادهای دموکراتیک مثل پارلمان با این پروژه موافق نبودند. ما در هیچ جایی از این پروژه دخیل نبودیم. با ایجاد شورای عالی صلح ما برداشت ما این بود که مصارف گزاف است و منتج به تامین صلح نمیشه. واقعتا نه تنها که منتج به تامین صلح نشد، بلکه ما قربانی های بسیار بزرگ دایرا دادیم. ما با او موافق نبودیم، ولی این به هر صورت رهبریش حکومت افغانستان داشت. حال حکومت افغانستان در جریان نیست و یک به اصطلاح یک تعجب جالب را برای حکومت افغانستان جامعه جهانی به نمایش میگذاره. این در حال است، دقیقاً در حال است که دوباره طالبان، رهبری طالبان، طالبای پاکستانی را و طالبای افغان علی افغانستان بسیج میکنند. مردم افغانستان آیا حق ندارن که در مت یک وضعیت گیج شوند؟ تشکر. خانم نورستانی، دیدگاه شما چی است که دولت افغانستان و ویژه حکومت و همچنان در پهلوی حکومت شورای صلح گاهی مستقل میگیش و گاهی به تبع حکومت چه باید بکنه؟ آیا یک اعتراف برای مردم افغانستان لازم نیست که ما در این جریان ناتوان هستیم و غیر دخیل؟ مخکلی دی چه ساس پختن تزوار برکن باید و تبصیره و کم اغدا چه دو سول علی شورا چه جوڑا شوی ده مشورتی جرگی ده خلکو ده نمائندگان و ده پریکرو پا اساس جوڑا شوی، یعنی دادست یه و شورا نده چه یا زما پتا به جوړه شي یا فرض مثال دي بحث به بالا شورا نه است که چونه جوړه شي، دوستانو د اشاره وکړه چې دغه د سولې د عالی شورا د جوړېدو سره مونږه موافقه نه وو، زمون غوښتنه نه وي مګم دا شورا جوړه شو. په داسې حال کې چې دا شورا د مشورتي جرګې چې هلته د خلکو استازو ګډون درلود، د هغې د فیصلو او د هغې د پریکړو په نتیجه کې دا شورا جوړه شوې. سر نتیجې خارګه به او دا مې په دې خاطر دا تبصره وکړه چې دلته دغه مسله را یاده شوه، یعنی دا خود به خودي شورا نه ده، د خلکو د غوښتنو په اساس جوړه شوې ده. او دا چې د بهرانیانو سره طالبان کینی، زما په اند باندې باید هم ورسره کینی، ځکه چې د ګوانتنامو زندان د افغانستان زندان نه ده، باید هم طالبان ورسره کینی د خپل بندیانو د خوشی کېدلو. تاسو باور وکړئ چې موږ د ډیرو قماندانانو سره چې کېناستېدلو چې تاسو د سولې د شورا سره یو ځای شئ، هغې په اول قدم کې زموږ نه دا تضمین غوښته چې آیا امریکایان بیا موږ نه نیسي. نو دیو باید په خپل دغه تضمین د امریکا نه واخلي چې وروره کزه د سولې د عالی شورا سره مذاکرې ته کینم، دی وطن ته راځم، خپل سولې ژوند شروع کوم، بیا خو به ته مانه نیسی، جیل کې خو به مې نه چای. دا د دیو مسالم حق ده چې د بهرنیانو سره کینی، لکه چې سناتور صاحب ورته اشاره وکړه، دغه اوس دغه د شپې عملیات چې کیږي دا خو افغانان نه کوي، دا خو بهرنیان کوي. دا د طالبانو غوښتنه ده چې دغه دیو سره باید دغه مسله تصفیه کړي. وروسته له تصفیه نه بیا هم زه په دې خبره باندې ډیر زیات تاکید کوم چې هیڅ امکان نه لري چې دغه خبرې بیل تفاهم د سولې د عالی شورا سره دغه خبرې بخې ته لاړې شي. په شروع کې به دیو کینی، د دیو سره به دغه خبره کوي چې خپل تضمین به تیا اخلي، خپل ډاډ او خپل زړه به مطمئن کوي، بیا به راځي د سولې د پروسې سره. اما په دې مذاکراتو کې د سولې د عالی شورا خلک او د رهبرۍ هیاتو دغه غړي به ورسره وي، ځکه که داسې نه شي نو بیا زه چې د سولې د عالی شورا یوه غړی یم، بیا نو زموږ موجودیت او د سولې د عالی شورا موجودیت یعنی څه؟ زه به شما نگرانیتان را از حاشیه ماندن داره. زه وایم چې زه مونږ خو په حاشیه کې به انشاءالله نه پاتې کیږو، مګم دا چې دغه خبرې روانې دي لکه د مخه مې چې درته تذکر درکړ. تاکنون در کجای متن بوده شما؟ اوس خو دغه حالت کې مونږ قرار لرو چې دغه زمون غوښتنې هم وي چې دا دفتر باید جوړ شي. دا چې د امریکایانو لخوا اوس دغه دفتر ته هلې ځلې وي، یعنی دا همغسې چې حکومت ترې ملاتړ کړی، مونږ د حکومت ملاتړې په اساس نه وایو. دا چې د سولې کلمه ډېره مقدسه ده، لکه چې سناتور صاحب ورته اشاره وکړه، مونږ نه شو کولی چې نفی کړو، ځکه د سولې د کل دیدگاه شما چی است که سرصدای تبلیغاتی و مطبوعاتی که جریان داره پیامد از این واقعا صلح است یا بازی با همی کلمه مقدس؟ از زدی را هیلمان ایم چه دیدی کلمه سر نور لوبی و نیشی زکر در افغانستان خلق نور دو لوب و توان نلید. کل ما و شما سم آنچه که جریان داره، مثلا ریاست جمهوری تا یک هفته پیش مخالف بود به ایجاد دفتر در قطر، اما حالی که ایجاد شده و مذاکره میان طالبان و امریکایی را موافقه میکنه و میگه حمایت نمیکنیم، معلوم می شود که در اینجا گپ پنهانی وجود داره. دیدگاه شما چی است که آیا باز هم امریکایی ها از این حربه استفاده می کنند به شکل منفی علیه حکومت افغانستان
و ریاست جمهوری افغانستان د سول شورا به ان شاء الله په دې اړه خپل اقدامات کوي او دغه حق به دی او تر دې هدا نه ورکي هم تر اوسه چې دی موافقه دي فقط په هغه ملاحظات چې هغه طالبان لري ورسته لدینه به د سول علي شورا خپل اقدامات کوي او غیر لاغې نه خو دغه کلمه چون د سول علي شورا دغه کلمه تر رسیدل غوړي ان شاء الله د سی بنی شي چې دی کلمه سره نور لوبي وشي یا کله تک په ټی خبري او پنهاني مسالې مطرح آقای سنچارکی آنچه که جریان داره در کل مردم افغانستان چگونه به یک اطمینان خاطر برسند که بازی های اخیر یک بار دیگه به بازی گرفتن سرنوشت مردم افغانستان نیست و واقعا گام های به طرف رسیدن به صلح است؟ یعنی نقش اپوزیسیون در این رابطه چی باید باشه؟ البته من همینجا اعلان کنم که ما به صورت جدی مخالف افتتاح دفتر طالبان در قطر هستیم و دیدگاه و موقف خود به صورت رسمی به اطلاع حکومت قطر رسانده و خواهیم رساند به صورت جدی. از طرف دیگر منطقی و معقول نمیدانیم که تحت هر بهانه یک دفتر نمایندگی برای طالبان در خارج کشور باز شود، چرا که بازیگران سیاسی طالبان که در کابل اکثرا زندگی میکنند و مذاکرات گذشته را انجام دادند، مثل آقای ملا ضعیف و دیگرها که سفرهای به جرمنی، به ترکیه، فرانسه و به دبی و قطر داشتند، اینا در کابل وقت زندگی میکنند، دسترسی برایشان وجود دارد، سفرهای خارجی دارند، چرا در کابل مذاکرات صورت نمیگیره که یک نمایندگی در خارج از افغانستان دقیق باز شود؟ در روز پیش دولت افغانستان، حکومت افغانستان هم همی بود. حکومت افغانستان باید روی خواسته خود استاد میشد به نفع استقلال، حاکمیت ملی و موقف دولت افغانستان بود. وقتی که حکومت افغانستان استاد نمیشه، به مفهومی است که حکومت یک حکومت ضعیف، بی بنیاد، ناتوان و حکومت است که مشروعیت خود از مردم افغانستان نگرفته و تمثیل اراده ملت افغانستان نمیکنه. یک موضوع موضوعی است که اگر واقع بینانه بحث بکنیم، ما و شما که دولت افغانستان توان دسترسی یا مهار کردن اجراءات آمریکایی ها را نداره، هر کسی هم که جایش می بود چه باید می کرد؟ اگر حکومت افغانستان می تانست اولا در سطح کابینه، قوای ثلاثه، پارلمان، احزاب سیاسی، ائتلاف های کلان، جامعه مدنی با ملت افغانستان در یک محور وفاق جمع شود، یک توان و قدرت ملی میشد و هیچ کس نمیشد توانش خلاف عمل بکنه. اما حکومت افغانستان تجرید شد از همگی، نه از پارلمان، از جریان های سیاسی، پای در هواسی حکومت میفهمه که دیگه توان نداره. تشکر آقای زابلی. چی باید شود که حکومت افغانستان در داخل خودش به یک توافق برسه؟ به طور مثال نگرانی های از وجود افراد در داخل نظام زیر نام جاسوس، زیر نام گروه های غیر موافق با افکار حکومت است، و در قدم دوم حکومت با قوه دیگه که قوه مقننه است و نمایندگان مردم است در دو مجلس باید چگونه به توافق برسد تا گام قوی تر در برابر خودکامگی های کشورهای دیگه همچه امریکا برداره؟ بسیار تشکر. برای دولت فعلا بسیار وقت است، بسیار زمینه خوبی برشان آمده که خصوصا دمی اقدامی که از طرف امریکایی ایجاد دفتر در قطر بوده، حکومت باز یک فرصت بسیار خوبی داره که باز یک صدای عمومی را بکنه، به شرطی که خود حکومت در مجموع امرای پارلمان، امرای احزاب سیاسی، نهادها، با مجاهدین، با تمام اقشار مختلف جامعه، اونا را در گجمای ملی اونا را دعوت بکنه. یک شرط است که حکومت در راست رئیس جمهور و کابینه تعهداتی که میکنه، مشوره سالم اقشار مختلف ملت افغان که میشنوه به او عمل کنه. او تو نشه که اونا را بخواه مثل که ما و شما در 10 سال میبینیم به نمای مختلف صادق باید باشن، صادق باشه و عملا او را ثبوت کنه به این ملت. این ملت بیخی زیاد همی 35 سال میشه از جنگ و از خونریزی و از جنگ های استخباراتی امسایه و غربیه و شرقیه بسیار خسته شده. یک صدا میخواه که او صدای صداقت است و یک تمام یا مسلمانات است که با مسلمان هستیم الحمدلله، که با یک تعهدی منیس یک مسلمان یک افغان دولت یک طرف و جامعه دیگه طرف یا یک تعهدی صادقانه را بکنه و علی پاکستان، ایران، امریکا، روس، قطر و ترکیه و عربستان تمامی نامایی که ما شما یاد داریم در مقابل اتحادی افغانه در تاریخ ثبوت شده که یک کدام مقامت کرده. چقدر ممکن است توقعی که شما ها از چنین جریان داره؟ به طور مثال
از دولت افغانستان بخصوص حکومت افغانستان چقدر توقع می روه که در برابر تعهدات خود به مردم صادق باشه؟ تنوز خو ما تو امیدواری را نداشتیم، ولی ای که زمینه شرایط آماده شده برای دولت، خصوصا برای جناب رئیس جمهور، برای کابینه که ما شما دو پنج نفر صادق پیدا کرده نمیتونیم، در پارلمان که ما شما مردمای خوب و خراب دو داریم، در قوه قضاییه که دو 90% فاسد است، مردم از در مجموع از دولت بسیار ناراض است. یک چیزی که ما شما ما بسیار گله دارم از احزاب سیاسی مخالف اپوزیسیون، چهرهای مختلف به ما نشان میده که امروز این گروه یک جا شد، سبای گروه یک جا شد، ولی هیچ وقت یا یک برنامه واقعی را برای ما نشان داد که ما ملت او را بشنویم که واقعا کدام برنامه شما نسبت به برنامه دولت خوبتر بوده. بیان که تمام گپا را یک طرف بمانیم، در یک اجماع ملی همین حکومت مجبور بسازیم که یک اجماع ملی را سربراه کنه که یک ملت، یک واحد ملت شویم، در مقابل این استثمارگرایی که ما شما در 30 سال مثل یک بازیچه واری بالا و پایین میکنه و ما شما در دل خود میفهمیم ولی زبان رو آورده نمیتونیم، ناتوان خود احساس میکنیم، جای تاسف است. تشکر. آقای توحیدی، سه نگرانیه که زیادتر سرزبان ها است از ایجاد دفتر در برای طالبان در قطر. یکی جمع‌آوری پول یا یک محل فندریزینگی باید شود به گفته بعضی کسا که اینا بتانند به دست باز و سریعتر بتانند جمع‌آوری پول بکنند از کشورهایی که در حول و حوش قطر وجود داره، از جمله سعودی و امارات هم سال ازی. نگرانی دوم، مشروعیت بخشیدن طالبا با ایجاد چنین دفتر و نمایندگی که دولت سایه اینا تشکیل بتن. و نگرانی سوم هم امکان زیاد شدن پروپاگندا و جنگ تبلیغاتی علیه جریان موجود در افغانستان. اگر چنین نگرانی های در مجموع یا یکیش به وقوع بپیونده، پیامد چی خواهد بود؟ دقیقاً ارزش به وقوع میپیونده. قطر کشوری است که تلویزیون الجزیره در کنارش است و این تلویزیون با علایق خاصی که با القاعده و تفکر طالبانی داره دقیقاً در اختیار دفتر قرار خواهد گرفت از منظر تبلیغاتی. مسئله جمع‌آوری اعانه و تبرعات از شیخ‌های وهابی عرب زمینه بسیار خوب را فراهم می‌کنه این دفتر و طالبان با مقادیر زیادی از پول و وجوه مالی دست خواهند یافت. بحث سوم هم این است که طالبان دیگر با عنوان گروه تروریستی در جهان شناخته نخواهند شد. وقتی که طیب آقا به برلین سفر می‌کنه، وقتی که مولوی عبدالعزیز به فرانسه سفر میکنه، دقیقا نگاه مردم غرب و کشورهای غربی در برابر طالبان تغییر خواهد خورد. و اما مشروعیت حکومت افغانستان، ادعای حکومت افغانستان با وجود که این مذاکرات به نتایج مثبت برسد یا نرسد یا به شکل از اشکال به توافق و تفاهم میان جامعه جهانی آمریکا و طالبان دست پیدا کنند یا نه، مشروعیت حکومت افغانستان پایان خواهد یافت. حکومت افغانستان نه به عنوان یگانه حکومت مشروع و منتخب عرض اندام نخواهد کرد. من عرض من این است که طالبان به عنوان افراد نیست، تفکر طالبانی بحث است. با این تفکر کیان این نظام از بین خواهد رفت. طالبان دموکراسی نمیپذیرند، طالبان قانون اساسی موجود را نمیپذیرند. در نخستین حدس و گمان شما این است که افغانستان به 10 سال پیش برمیگرده. در نخستین نشست هایی که با جانب آمریکایی ها داشتن، طالبان علاوه از درخواست رهایی اسرایشان بحث تغییر نظام در میان است و این مسئله را تا سال 2014 ادامه خواهند داد. رئیس جمهور افغانستان، حکومت افغانستان به خاطر حفظ منافع مردم افغانستان، تمام اقشار و طبقات و احزاب سیاسی و جامعه مدنی افغانستان یک مکلفیت دارند. این مکلفیت حفظ ارزش های موجود است. اگر این ارزش ها وجود نداشته باشد، پس بهتر نیست که در نزد آمریکایی‌ها نسبت به آقای کرزی ملا عمر. آقای توحیدی، دو گمانه‌زنی که وجود داره، یک چیز که رئیس جمهور از طالبان من حیث یک حربه فشار بالای مخالفین سیاسی خودش و به همین ترتیب به خاطر دوام قدرت استفاده میکنه. گمانه‌زنی دومی است که آمریکایی ها به خاطر فشار آوردن بالای رئیس جمهور خود سر به مذاکرات و تامین ارتباطات با طالبان میپردازند. اگر اردوی ازی متصور باشه یا هر کدام به نوبه خودش و خالی از آب در بیه، نتیجه چه خواهد شد؟
نتیجه به ضرر مردم افغانستان تمام خواهد شد. در حال حاضر آنچه را که امتیازاتی که به دست آمده از زمین مذاکرات مخفی میان آمریکا و طالبان دقیقاً بیشترین منافع را از نظر رسانه‌ای طالبان کسب کردند، اما این که بعدها نتایج و عواقب این دفتر با طالبان چه خواهد کرد بس علایده است که دقیقاً نمی‌شناسد. میمانان محترم تشکر از اینکه در بحث ما تشریف آورده و همچنان سپاسگزار هستیم از بینندگان محترم که تا کنون با ما بودند.